درود بر شما دوستان گرامی، آراد هستم از English for Persians. امروز توی این ویدیو میخوام به اصطلاح از آسمون سنگ هم بباره بپردازم. از آسمون سنگ هم بباره رو ما کی استفاده میکنیم؟ وقتی میخوایم به یکی مثلا قول بدیم، بگیم که میام، مثلا خواهم بگم یه جایی رو من میام، حالا از آسمون سنگ هم که بباره من میام، یعنی هر شرایطی که باشه. به این ارتباط نداره که وضعیت چی باشه، هوا چه جور باشه، شرایط چه جور باشه، چی پیش بیاد، یعنی هر چی که بشه اون کار بعدی صورت میگیره یا کاری که گفته شده صورت میگیره. نمیدونم، فرقی نمیکنه، به چیزی ربط نداره. پس این کار حتمیه، شدنیه. وقتی قول میدیم، اگه بگیم از آسمون سنگ هم بباره، یعنی به هیچ چیز ارتباط نداره و این کار حتما شدنی. اینو تو زبان انگلیسی با come rain or shine میگیم. بعضی وقتا هم come رو نداریم، میگیم چی؟ rain or shine. rain or shine. اوکی، پس میگیم come rain or shine یا میگیم rain or shine. اوکی، و جمله رو میگیم. پس حالا یعنی فرقی نمیکنه، به وضعیت هوا اینا ارتباط نداره، هر جوری که بشه، هر اتفاقی که بیفته، باز این قضیه سر جاشه. don't worry I'll be there come rain or shine. نگران نباش، من میام اونجا. I'll be there، من اونجا خواهم بود. I will be there هست که شده I'll be there. نگران نباش، من اونجا، من میام اونجا، من اونجا خواهم بود. Come rain or shine، میخواد بارونی باشه، میخواد نمیدونم هوا خوب باشه یا بد باشه، فرقی نمیکنه. وقتی میگیم come rain or shine، به آب و هوا ارتباط داره، به circumstances ارتباط داره، به conditions ارتباط داره، یعنی هوا خوب باشه یا بد، circumstances خوب باشه یا بد، conditions شرایط اوضاع، همه چیز خوب باشه یا بد فرقی نمیکنه، این کار شدنیه. پس don't worry داره طرف یه قولی رو میده، داره یه چیز میکنه، فرد رو مثلا آروم میکنه، نگرانی نداشته باشه چون میخواد یه کاری رو باشه انجام بده. I'll be there، اونجا خواهم بود. come rain or shine، توی هر وضعیتی باشه، از آسمون سنگ هم بباره، I'll be there. okay. come rain or shine میتونیم ابتدا بیاریمش، ابتدای جمله. come rain or shine، ولی این عوض نمیشه، حالتش اصلا متوجه به اینکه فاعل کیه، زمانش چیه، اینها هیچ عوض نمیشه، همینه. come rain or shine I'll see you on Monday. اوکی، هر جور که بشه من دوشنبه میبینمت، یه چیزی مثل همینه. I'll be there یا I'll see you on Monday، دوباره اینم یه جای قولی میدیم کسی رو جایی ببینیم. و اونم چی؟ come rain or shine یعنی به هیچی ارتباط نداره، از آسمون سنگم که بباره، همینه که میگم میبینمت. یه نفر وقتی میخواد قول 100% بده. He runs 5 miles every morning rain or shine. اوکی، اینجا با کاما اینو جدا کردم از اون یکی و کام دیگه نداره و در انتها اومده. پس میتونیم در انتها با کام یا در انتها بدون کام، در ابتدا با کام یا بدون کام بیاد، در وسط جمله بیاد، فرقی نمیکنه. مهم معنی هست که به جمله میاره، که میشه همون از آسمون سنگم که بباره. پس این فرد هر روز صبح 5 مایل میدوه، فرقی نمیکنه اوضاع چه جور باشه، هر شرایطی که باشه 5 مایلش رو میدوه. Are we going to park this weekend؟ بی میگه yes we are، come rain or shine we are going. میگه که این آخر هفته ای بالاخره میریم پارک، این آخر هفته پارک میریم. میگه هر چی بشه ما میریم، فرقی نمیکنه، از آسمون سنگ هم که بباره ما اونجا میریم. پس میتونه به آب و هوا، میتونه به شرایط، به نمیدونم گرفتاری ها، به نمیدونم هر چیزی که میتونه جلوی انجام کار رو بگیره اشاره کنه که اون شرایط چه خوب باشه چه بد فرقی نمیکنه و ما اون کار رو انجام خواهیم داد، یا من اون کار رو انجام خواهم داد، یا کسی این کار رو انجام خواهد داد. در واقع ما داریم قولی رو میدیم و داریم قول رو 100% میکنیم، که همون حالت زبون تو زبان خودمون از آسمون سنگ بباره هست. پس این رو میتونیم تو این شرایط استفاده کنیم. امیدوارم حالا توی حرف زدناتون بتونید خیلی بیشتر از پیش، اگر استفادهش میکردید بیشتر از گذشته، بتونید ازش استفاده بکنید و صحبت کردن براتون یه مقدار یه رنگ جدیدتری بگیره با استفاده هر از گاهی یه همچین اصطلاحاتی. اوکی، این بود ویدیو امروز، امیدوارم که ازش لذت برده باشید و شما رو توی ویدیوی بعدی میبینم. تا اون موقع پیروز و شاد باشید. بچه‌ها.